الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم. خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدواریم که در هر جایی که هستید الله سبحانه و تعالی لباس عزت و عافیت به صحت مندی را بر تن شما داشته باشد و از گزند روزگار در حفظ و امان الهی قرار داشته باشید. بازم شما را خوش آمدید میگوییم در سلسله درس های رمضانی. در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ایام خجسته، ایام پر از برکت، رحمت، عطوفت و مهربانی، ماهی که به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم سر تا سر خیر و خوبی و برکت است. پس کسی که در این ماه از خیر و برکت رمضان محروم بمانه، از همه خوبی ها محروم مانده. وای بر کسی که رمضان را در میابد توسط این همه حسنات و خیر و خوبی خود وارد بهشت نمیسازد. وای بر کسی که رمضان را در میابد و در برابر رمضان غفلت میکند. وای بر کسی که ماه مبارک رمضان را در میابد و قدرش را نمیداند. وای بر کسی که رمضان را در میابد اما در برابر رمضان بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی می‌کند. بینندگان عزیز، بحث امروزی ما در مورد فضیلت ماه مبارک رمضان است. ماه مبارک رمضان فضیلتش نمی‌شود در یک برنامه او را بیان کرد. گر نتوان آب دریا را کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. ما تلاش میکنیم در این برنامه چند دقیقه ای مسئولیت من را در قبال فضیلت ماه مبارک رمضان برای شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی بیان بکنیم. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، وقتی که ماه مبارک رمضان داخل می شود، شروع می شود، دروازه های رحمت الهی باز می شود بر بندگانش. وقتی که ماه مبارک رمضان شروع می شود، دروازه های جهنم بسته می شود بر رخ انسان ها. وقتی که ماه مبارک رمضان شروع می شود، دروازه های بهشت بر رخ انسان باز می شود. یعنی آنقدر خیر و خوبی نهفته که هیچ بهانه‌ای برای انسان نیست که ورود به بهشت را به اصطلاح ترک بکند. نه تنها بهانه ای نیست، بلکه دروازه بهشت باز، شیطان ها زنجیر کرده، دروازه های رحمت الهی باز، خیر و خوبی سر تا پا در این ماه، هر دقیقه و ثانیهش پر از خیر و خوبی است. انسان مسلمان باید غافل نشود از این. و در حدیث دیگر پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم می فرمایند من قام رمضان، یکی صام رمضان است، یکی قام رمضان است. صام رمضان روزی ماه مبارک رمضان، قام رمضان شب بیداری در رمضان یا شب زنده داری در رمضان منظور است. یعنی قیام اللیل میگوین یک چیزه. الله اکبر. یعنی به این معنا کسی که در روز روزه میگیرد، در شبش غالبا غافل نیست از این قضايا. به این معنا وقتی نماز شام فرا می رسد افطار می کند، بعد از افطارش وقتی نماز شام را می خواند باز غذا می خورد، بعد نماز تراویح شروع می شود، وقتی نماز تراویح را ختم بکند یک ساعت و دو ساعتی اگر بخوابد یا نخوابد، پس وقت سحری می شود که در سحری هم سر تا پا خیر است، برکت است. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم می فرمایند شما سحری بکنید. چرا؟ فإن فی السحور برکه، همانا در سحری کردن برکت است، رحمت است. در سحری کردن انسان اگر توفیق حاصل بکنه در وقت سحری،
چند رکعت نماز تهجدی بخونه، دعایی بکند، دستی نیازش به طرف خالق بی‌نیاز بلند بکند، هیچ شک و تردیدی نیست که در اون وقت دعای انسان قبول میشه. بنان این همه برکت در سحری است. و بعدش هم بعد از سحری کردن چند لحظه‌ای نمیگذرد مگر اینکه انسان به اصطلاح واز برای نماز صبح بیدار میشه و آمادگی میگیرد. پس برای این میگن قیام اللیل یا من قام رمضان، کسی که قیام رمضان رو داشته باشه، یا به تعبیر دیگر کسی که برای رمضان به استقبال از رمضان آمادگی بگیرد، استادگی بکند، تمام امورات زندگیش تنظیم بکند. به خاطر این که رمضان آمده نباید این فرصتی طلایی را از دست بدهیم. در حدیث دیگر پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم می فرمایند الصوم جنت، روزه سپر هست برای انسان مسلمان، روزه سپریست در برابر گناه و معصیت. یعنی انسان روزدار با دهان روزه نباید گناه را مرتکب شود، نباید انسان روزدار در دهان روزدار در حالت روزداری مرتکب غیبت و تهمت و نمامی و سخنچینی و توهین و تحقیر و تمسخر و دشنام دادن دیگران شود، بلکه روزه دارد. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند اگر در ماه مبارک رمضان کسی با شما خصومت کرد، دعوا کرد با شما، جنجال کرد با شما، شما در برابر او برش بگویید که انا صائم، من روزدار هستم. یعنی ممکن دو تا تعبیر در اینجا احتمال میره، یکی ای که من روزدار هستم یعنی به این معنا که انسان رو متوجه میسازی که برای یک انسان روزدار شایسته نیست دعوا کردن، خصومت کردن، جنجال کردن، بد اخلاقی کردن، زشت رفتاری کردن برای انسان مسلمان در رمضان شایسته نیست، یعنی به شخصیت یک مسلمان نمی گنجد. چه بسا افرادی است که در رمضان برای خود روزه را بهانه جور می کنند، صدها بد اخلاقی، فجایع، رذایل را انجام می دن، باز می گن که ما روزه داریم. تعبیری دیگرش انا صائم، من روزه دارستم، یعنی به این معنا که کسی که با شما خصومت میکنه احتمالاً روزه نداره. چرا؟ اگر کسی روزه داشته باشه دعوا نمیکنه، خصومت نمیکنه. چرا؟ وقتی کسی از طلوع صبح تا غروب آفتاب به خاطر الله سبحانه و تعالی از سه موردی که نیاز اساسی بشریت هست، یعنی هر انسانی به این سه چیز نیازش است، ضرورت مبرمی هر انسان است، خوردن است، نوشیدن است، جمع کردن یا همبستری کردن است، از این سه چیز وقت خود را باز می‌داره، صبر می‌کند، حوصله می‌کند، بناً پس نباید در برابر کسی هم دعوا و خصومت بکند. اولها از پیامبر عزیز ما، محبوب دل ما صلی الله علیه و سلم می‌فرماید وقتی کسی با شما در رمضان دعوا می‌کند شما بگویید انا صائم، من روزه دارم. برادر عزیز با من دعوا نکن، الصوم جنة، روزه سپر هست برای انسان. در روایت دیگر می آید که در روز قیامت روزه در بین انسان مؤمن و در بین جهنم سپری است، یعنی نمی گذارد انسان به جهنم بره. سبحان الله، بنابراین روزه سپری است، هم در برابر بد اخلاقی های ما، هم در برابر زشت رفتاری های ما، هم در برابر گناه و معصیت، هم در برابر تمام مسائل زشتی که سر راه یک انسان مسلمان و مؤمن مطرح میشه. بنان عزیزان من، روزه سپری است از سپرهای بسیار قوی، مستحکم، استوار که صاحبش را نمیگذارد مرتکب اشتباه و لغزش و خطای شود. وقفه کوتاهی میگیریم، بعد از یک وقفه کوتاه در خدمت شما عزیزان قرار خواهیم داشت.